گرمی های فکر شماره 61. امروز میخوام درباره یک واژه سحرآمیز صحبت بکنم. شناخت سحری که در این واژه هست مخصوصا به روشن فکرها کمک میکنه که نه فقط توی زندگی سیاسی بلکه توی زندگی روزمره و در قلمروهای گوناگون زندگی از هنر و یا هر چیز دیگری کمتر با توهم، کمتر با وهم حرکت بکنند. این واژه سحرآمیز توده هست، یعنی مسه، و توده رو اهمیت شناختش اینه که بدون شناخت توده نمیشه قدرت رو شناخت، چون توده خودش یه قدرته و قدرت از توده برمیخیزه بعضی وقتا و بعضی وقتا در برابر توده است. و وقتی که در برابر توده است با دو قدرت مواجهیم و نبردی جانانه و شاهد نبردی جانانه هستیم و پیچیدگی مسئله هم تو چنین مواقعی رخ میده که این دو قدرت در برابر هم سفارایی میکنند و روشنفکر در این میان غالبا به خاطر اون خصوصیت اینتلکتوالی و سانتیمانتالیزمی که داره و به خاطر اون گرایش طبیعی عدالت خواهانش به طرف توده ها کشیده میشه. و برخی از روشنفکرها هم که اصطلاحاً به اونها میگیم روشنفکران محافظه‌کار، اونها در تضاد بین توده و قدرت جانب قدرت رو میگیرن و بنابراین بین روشنفکرها شاهد تضاد و ستیزی میشیم که هر یک از یک قدرت طرفداری میکنه و این نبرد قدرت ها تو جامعه تأثیرات بسیار زیادی میگذاره که در صورتی مهلک و مسموم نیست این تأثیرات که با شناخت دامی شناختی و روان شناختی از این واژه همراه باشه و نقش تاریخی که این مفهوم توده بازی میکنه تو جامعه و تو سیاست و در هنر. حتی زیر تأثیر توده روشنفکران عدالت خواه به طرف ایجاد تشکیلات هایی میرن که بدون اینکه خودشون بدونن با معیارهای توده ای شکل میگیره، یعنی با همون معیارهایی که از شناسه‌های توده است، از توده ها بر محور شکل میگیرن تشکیلات خودش رو شکل میده که حالا ما یک کمی به این مسئله میپردازیم. مشخصات توده به طور کلی یکیش یک پارچگیه. به قول کانتی در کتاب معروفش به نام توده و قدرت، توده یک تن مشترک داره، یه اندام مشترک داره، مشترک حرکت میکنه. و من در یه جایی گفتم دهان مشترک داره توده، با یک دهان حرف میزنه. و اگر توده رو به صورت یک تابلو در نظر بگیریم، سیاه‌ترین نقطه تابلو به قول کانتی در مرکز تابلو قرار داره، یعنی در اونجایی که انبوه‌ترین مردم شکل می‌گیرن. توده شکل‌های مختلفی داره، مثل توده باز، توده بسته، توده طبیعی، توده پایدار و غیره و غیره، که اینا رو بعدن، توده‌ای که در لحظه به وجود میاد که بعدن اینا رو در شماره های دیگری از گرمی های فکر روش صحبت خواهیم کرد، ولی فعلا روی این نکته ها تاکید میکنیم که کانتی میگه نمیتوان از هر راهی به توده وارد شد. برای اینکه به توده وارد بشی
به آیین احتیاج داری. و این رو در رمان بارگاس یوسا خیلی قشنگ اونجا ما یه جایی مشاهده میکنیم که وقتی اون مرشد اعظم یا مرشد مقدس با اون توده ای که دوره برشه یه شرط هایی تعیین میکنن برای این که تازه وارد هایی که به اونها به جمع اونها به توده اونها وارد میشه، یکیش همین پذیرش آینه. شرط و شرط منفی داره و شرط مثبت. مثلا یک شرط منفیش در مورد مرشد اعظم چیزه، رد جدایی دین از دولت. یعنی باید این رو اینو که رد بکنه مشکل اصلی برای ورودش به توده برداشته میشه و اتوماتیک تقریبا اتوماتیک وارد توده میشه. وارد این و وقتی وارد توده شدی احساس ایمنی میکنی. توده در برابر دشمن ایمنه، یعنی آدم در تنهاییه که در فردیت خودشه که دچار دلهوره است، دچار ترس، دچار نگرانیه و دائما می اندیشه، هم می ترسه و هم در اون فردیت خودشه که خلاقه و می اندیشه. چون خودشناسی عواقب گوناگونی داره، هم از مثبت و منفی. در توده همه اینا مزمحل میشه و از بین میره و توده برای آدمی که توش مستحیل میشه کانتی میگه ایمنی میاره. ویژگی های مهم توده که کانتی شرح میده و من به سبک خودم اونا رو بیان میکنم و خیلی مقید نیستم که این واژه های اون رو به کار ببرم، چون میخوام ضمناً منطبق بکنم با حال و هوای خودمون. یه ویژگی مهمش تخلیه است، توهی شدنه. آدم توی توده که میره تخلیه میشه و برای همینه که گفتیم چیه، احساس ایمنی میکنه اونجا. ولی چجوری تخلیه میشه، چجوری توهی میشه آدم به اصطلاح، برای که از فاصله ها سبکبار میشه، یعنی بار فاصله ها رو اونجا زمین میگذاره. آدم وقتی میره تو توده با از بین بردن فاصله ها مادی میکنه ورودشو به توده، یعنی و این تخلیه در حقیقت با این تخلیه هست که توده به هستی میاد. بعد اون آدم که از توده میاد بیرون و میره به خونش، یعنی دوباره فاصله ها برقرار میشه. ولی کانتی توجه میده که در توده های جدیتر مثل سکت ها و سازمان های هیستریک که ما میگیم سازمان های ایدئولوژیک و دوگماتیک و اینا، توی اینا حتی فرد وقتی از توده جدا میشه بازم توده رو به خونه که میره، به اداره که میره، به هر جا که میره اون رو با خودش میبره به اونجا. بنابراین در مورد این سازمان هیستریک وضع متفاوته و آدم هیچ وقت جدا نمیشه از توده. اینم یکی از انواع توده است. ویژگی دیگر توده شهوت ویرانگری اوست. کانتی میگه توده به ویرانگری نیاز داره و برای اینکه ویرانگری بکنه اول به صدا احتیاج داره، به صدا، به خراب شدن خانه، به شکستن شیشه. و صدای شکستن برای او شادمانی به وجود میاره، شادمانی از تخریب. کانتی میگه وقتی جیغ و داد، میگه جیغ و داد برای توده مثل یک نوزاده که باید بزرگ بشه و این کاریست که بعدها صورت میگیره، بعدها صورت خواهد گرفت. یعنی ابتدایی نوزاد، این جیغ و داد، این هیجان و هستی میاد، بعد تخریب نهایی بعدن خودشو نشون خواهد. توده تندیس ها و تصویر ها و قدیس ها را در هم میشکند تا مشابه های خودش رو به وجود بیاره. یعنی مشابه های اونها رو در شکل هایی از علایق خودش به وجود بیاره.
شهوت ویرانگری برای تخلیه لازمه، یعنی این ویژگی دوم برای تحقق ویژگی اول لازمه. توده خونه ها رو خراب میکنه، فاصله خود را تا فاصله خود را با ساکنین آن از بین ببره. با از بین بردن فاصله ها او به آزادی برسه، یعنی به آزادی به این تعبیر، یعنی اون به این هدف از بین بردن فاصله ها در واقع آزادی میگه، یا آزادی احساس آزادی رو در اون میبینه. آتش جذابترین ابزار تخریبه، لهیب آن از دور توده رو به خود میکشونه و با فروکش کردن آتش توده فرو مینشیند. این دو جنبه داره، آتش هم خودش توده است و هم توده رو بر محور خودش شکل میده. به دنبال آتش مردم میرن و دور اون جمع میشن و توده خود رو سامان میدن و از قدرت آتش برای تخریب الهام میگیرند. یک ویژگی دیگه یه توده محدود شدنش در رابطه دین و اعتقاده. یعنی دو جور توده ما داریم، توده باز و توده محدود. توده باز کانتی مثال میزنه تو جنگهای صلیبی. جنگهای صلیبی توده باز بود، میلیون ها سرباز مسیح برای کشتن مخالفینشون که پیرو به دین دیگری بودن تجهیز شدن و در هیستری توده ای توده های بی نهایت بزرگی از کشته ها به وجود آوردند. در برابر این توده های بازی که جنگ های صلیبی به وجود آوردن، یعنی توده های باز و وسیع، کلیسا اومد توده های محدود به وجود آورد در چارچوب کلیسا، برای اینکه کلیسا حس کرد که توده اگر باز باشه خطرناکه، میتونه خطرناک باشه، برای اینکه عناصر غریبه یعنی خائن به توی خودش وارد میکنه و از اینجا واژه خیانت درست میشه. یعنی پس توده محدود از این طریق توده اعتقادی میشه و تضاد بین توده باز و توده بسته رو کلیسا، مذهب و ایدئولوژی های دوگماتیک غیر مذهبی حتی از این طریق حل میکنن، یعنی از طریق دادن اشتراک اعتقادی، دادن پیوند اعتقادی به توده. و برای این توده با اشتراک اعتقادی چی میشه؟ محدود میشه، یعنی قابل کنترل میشه. احزاب به چیز سنتی و دوگماتیک و ایدئولوژیک اینا با چیز کنترل میکنن، با انضباط، با دیسیپلین توده محدود به وجود میارن. چون تمام این توده ها، چه توده ایدئولوژیک چه توده مذهبی، اینا همه میلشون به گسترش خوده، میلشون به تبدیل کردن خودشون به توده بازه، ولی در این حال میبینن که این توده باز آینده ای اون رو به خطر میندازن. پس برای حل این تضاد باید از اشتراک اعتقادی، یعنی اشتراک اعتقادی این تضاد و تناقض رو حل میکنه. یه ویژگی دیگه یه توده این خروجه. توده از مکانی بسته به خیابان میریزه و همه چیز رو از آن خود میکنه، یا دست کم میره تا همه چیز رو از آن خود بکنه. این آتش سیری ناپذیر، این میل شورانگیز به در برداشتن همه چیز، به همه چیز را در برداشتن، این یک چیز شهوانی توده است، یک قدرت شهوانی به توده میده. توده این روح شهوانی خودش رو با خروج کانتی میگه با خروج مادی میکنه و هدفش از خروج بلعیدن همه انسان ها در جامعیت خودشه. یه ویژگی دیگه یه توده احساس
تعقیبه، یعنی یه جور پارانویای جمعی. کانتی میگه توده دژیست که در حال محاصره است و احساس تعقیب از دشمن با اوست. او دشمن رو توده، دشمن رو یک رنگ میبینه، بنابراین این توده دیدن دشمن، یک رنگ دیدن دشمن ارتباطی به خصوصیات ذاتی و واقعی دشمن نداره. یعنی این خصوصیات ذهنی خودش رو به دشمن میده، بنابراین دشمن او میتونه، کانتی میگه میتونه مهربان و ملایم باشه، فرقی نمی کنه خشن باشه یا ملایم. او توده خودش خصوصیاتی رو که خودش میخواد به اون طرفی میده که دشمن میخواندش. چون چرا؟ چون به این معنا نیازمند توده. این یکی از ویژگی های ذاتی توده است، این خلق دشمن برای خودش که گاه واقعی است و گاه واقعی نیست، ولی او به هر حال اون رو در برابر خودش مادی میکنه تا با اون بجنگه و منهدم بکنه. توده از درون آسیب پذیره و از بیرون تقویت میشه. اینم یه ویژگیشه، یعنی وقتی به از بیرون بهش حمله بکنی قوی میشه و از درون ولی آسیب پذیره. راه آسیب پذیریش، راه آسیب زدن به توده هم اینه که فرد رو در درون توده مخاطب قرار بدی، مورد خطاب قرار بدی، باش حرف بزنی و اگر یعنی مستقل از موقعیت توده‌ایش، مستقل با فردیتش مخاطبش بکنی، توده میلرزه. یعنی و برای همینه که توده ها، چه توده های حزب های ایدئولوژیک، چه مذهبی و غیره، این مخاطب قرار دادن فرد رو غیر اخلاقی میدونن. یعنی تماس آدم با فرد، آدمی که بیرون از توده است با فرد، باید از کانال های توده بگذره، باید از گوش توده، از دهان توده و از ابزار دیگر ارتباطی توده بگذره و الا غیر اخلاقی. پس سیستم اخلاقی توده رو هم به این وسیله میشناسیم. هر کس به دژ توده اضافه شود با خودش یک خائن نامرئی رو همراه میاره. پس توده ضمن مبارزه با بیرون باید با تازه‌واره طوری عمل بکنه و طوری او رو در ساختار چیز خودش کاملا مستحیل بکنه تا خائن نامرئی رو در درون او بکشه. افراد جدید خوراک تودن. آدم اگر توده اگر یه مدتی آدمهایی رو به درون خودش نپذیره، کانتی میگه اون وقت در حال روزه است، روزه گرفته. یعنی این افراد جدید که مثل خوراکشن، یعنی از پذیرفتن خوراک یه مدتی خودداری میکنه، روزه میگیره. تا چرا؟ تا تناقض خودش رو حل بکنه، همون تناقضی که گفتیم بین توده وسیع و توده محدود وجود داره، بین اون تناقضی که در تمایلش به گسترش خودش و به بسته بودن خودش در واقعیت داره. پس مذاهب هم به توده احتیاج دارن هم نگران آن است. این در مورد احزاب ایدئولوژیک هم کاملا صادق. توده ایدئولوژی هم به توده در بیرون خودش احتیاج داره و هم نگران اونه و هم به توده های سازمانی خودش، دقیقا همین رابطه رو داره و اینه که بسیار به انضباط، یعنی حتی در انضباط اغراق میکنه، مبالغه میکنه و هیچ سازمان ایدئولوژیکی از انضباط برای مبارزه با بیرون اونقدر سود نمیجویه که آرامش درونی رو، که اون رو به عنوان ابزاری برای آرامش درونی مورد استفاده قرار میگیره. نسخه کلیسا برای
برای توده معدود همین تزریق احساس یگانگی، یعنی همین چیزی است که در بالا عرض کرد. این حزب ایدئولوژیک هم دقیقاً همین کارو میکنه. ممنوعیت مذاهب، کانتی میگه اونها رو جهانی میکنه، و این رو کانتی قبل از، بسیار قبل از چیز گفته، بسیار قبل از سوسیالیسم واقعا موجود که مذهب رو ممنوع میکرد و بعد ثابت شد چجور مذهب رو در حقیقت جهانی کرد، بسیار پیش از این تجربه این سخن رو گفته. ممنوعیت مذاهب، مذاهب رو جهانی میکنه. این رو باید نیروهایی که گرایش کور ضد مذهبی دارن، حس ضد مذهبی شدید دارن، بهش توجه بکنن. این سخن از توده رو فعلا تا اینجا، در اینجا پایان میدیم، تا در شماره های دیگری گرمی های فکر اون رو ادامه